د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابلین زنو لیدونکو السلام علیکم په دې لچې خو اخوال لري درن لیدونکو د افغانستان د سولې علي شورا وی له امریکا سره د طالبانو مخامخ خبرو ته ځکه خوشبینه دي چې د دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. د سولې علي شورا مرستیال وی چې د هغه مطلب په اړه چې ګویا په دې ورستیو کې ګوند طالبانو له افغان رهبرانو سره هم د سولې د خبرو اترو ته چمتواله خوده لري. دوی وایي چې دا یو ستراتیژیک پرمختګ ده. داسې ویل کېږي چې طالبان راتلونکې میاشت میلادي میاشت به له امریکا سره خبرې وکړي او څلورم پړاو به له امریکایي چارواکو سره د خبرو کې پرمختګ هم رامنځته شي. په ټوله کې نن پر دغو مسایلو بحث لرو چې د صلح خبرې کوم لوري ته روان دي. له بل اړخه بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په ټلیفوني اړیکه کې د افغان صلح او د افغان اوربند په اړه هم خبرې کړي او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي تر څو په دې برخه کې همکاري وکړي. د سعودي عربستان همکاري او بیا د امریکا غوښتنه په دې برخه کې څومره مهم او اساسي ټکي دي. پر دغو مسایلو بحث لرم. له ما سره په بحث کې میلمه ده د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤول ښاغلی محمد اسماعیل قاسمی یار صاحب. په دې لچې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. قاسمی یار صاحب خوش آمدید. سلامت باش. تشکر از شما. یک پیشرفت استراتژیک گویا شما قبول دارین در گفتگوهای صلح با طالبان و یا هم آماده شدن طالبان با رهبران افغان، اگرچه طالبان یک نوع قبول نکردن تا هنوز. دقیقا یک پیشرفت استراتژیک از بر نظر شما؟ والا مشکله که پیشرفت در استراتژیک بخوانیم. هدف ما که رسیدن به یک صلح با عزت، عادلانه و پایدار است، او هدف استراتژیک است. به ما راه حل سیاسی از طریق گفتگوی بین الافغانی که در این گفتگو خالص افغان ها باشن، افغان ها برای یکی دیگه خود شرایط خود بگوین، به یک توافق برسن. یعنی در استراتژی ما این نیست که کشور خارجی برای ما یک جامعه صلح آماده کنه و تن ما بسازه، بلکه این خود ما خواهیم بود که به یک صلح برسیم. اما علایم رسیده که حداقل از لحاظ تاکتیکی میتونیم بگویم که حتی همی شدت عملی که به می اواخر گرفتن، مسئله غزنی و این همه کشتارها که واقعا دل آدم به درد میاره. من امیال بسیار خود کم جرأت احساس میکنم که من از صلح گپ میزنم. خب مردم و ما حق دارن که بگن بابا شما خون روان و به این حمام خون شما میان از صلح باز گپ میزنید. خب به هر حال حمام خون دوامش هدف نیست، قطع از این خونریزی هدف است و صلح قطع خونریزی رو میخواهد. پس ما به هر شرایط باید به دنبال صلح باشیم. به خاطر میوسه مواردی که شما خوشبین هستین برشن، حالا آیا ما را از این حمام خون بچ کرده میتونه و یا خیر؟ چیزهایی که من باید خدمت شما عرض کنم و شریک بسازم با مردم نجیب خود، عبارت از یه هست که ببینین عربستان سعودی به حیث یک کشور عمده اسلامی، علمایشان با علمای افغانستان، علمای پاکستان، از سایر کشورهای اسلامی جمع شدن، فتواهای در روشنی قرآن و سنت دادن و توصیه های خوبی کردن به ای که باید این مسئله انفجار و انتحار و این حمله های خونریزانه اینا قطع شد و حکومت هم وعده کرده. شما پیشتر به معرفی خودم گفتین که وزیر خارجه امریکا هم از وزیر خارجه عربستان خواسته که برای آوردن آتش بس و دوام آتش بس و بالاخره مذاکرات صلح را آغاز کردن، مذاکرات بین الافغانی اونا همکاری بکنن. نشسته همراه پاکستان شد، پاکستان هم قول داد، عهد کرد که ما همکاری میخواییم بکنیم، ما منافع خود در منافع امن شما میبینیم. اما به خدا ما
ایران آدم میبانه که ای چی اگنو بازی هست، ای چقدر پیچیده شده، چرا این گفتار و کردار اقدر فاصله دارن با هم. پس حکومت افغانستان و یا هم شورای عالی صلح که از پیچیدگی پروسه اقدر نگران هست، پس مردم هم خوب از گله ندارن. نه حق دارن. نه حق دارن. فقط ما تا جایی که تماس های مستقیم و غیر مستقیم هست، وعده ها هست که بله ما هم صلح میخواییم و حاضر هستیم بالاخره بشینیم، منتها یک فرمولی که غیر انسانی هست. او چی هست؟ مذاکره از موضع قدرت. اینمی کار رو به همی اواخر خراب ساخته که مثلا مخالفین مسلح میخواین برن 3-4 تا ولایت و جاهای عمده رو اینا و ماکم بگیرن، بعد از او با یک قدرت داخل موضع مذاکره شوند. اینمی یک برداشت غیر انسانی و غیر اسلامی هست. خب جناب قاسمی راست، فقط یک مورد میخوایم که شما برشون اشاره کنین. خواست طالبا از آدرس پرقدرت، بله، و استراتژی امریکا و یا هم ترامپ در مورد سپردن بعضی مناطق به طالبا و یا هم از بعضی مناطق باید قوای مسلح افغانستان بیاین به مناطق استراتژیک و به مناطق شهری، فرق چی شده میتونه؟ طالبا میخواین که از آدرس قوی صحبت کنن و با ولایت ها و ولسوالی ها حمله میکنن و امریکا در استراتژیشان در قسمت استراتژی پنهانشان گفتن که خواستن از حکومت افغانستان که شما باید مناطقی را به طالبا اعلا کنین، یعنی به مناطق استراتژیک و امن بیاین. فرق چی شده میتونه؟ ما با اردن مخالفیم. ببینین هر توافقی که از او بوی تجزیه بیاید، از او بوی تقسیم حاکمیت ملی بیاید، از او تقسیم تمامیت ارضی بیاید، یک پارچگی وطن ما را خدشدار بسازه، او صلح ما صلح عزتمند و به خیر مردم افغانستان نمی بینیم. ببینین اینمی مشکلی که شده، اینمی نشست امریکا اتفاقا یا واقعا همینطور بوده، نشست اخیری که اینها داشتن پشتش این حمله غزنی شروع شد، اینها لیه دیگه نشست هم که شد میترسون باز یک حمله های دیگه مثلا پشت از این بیایه، که اونمو گپی که شما گفتین که اگر به طور ناپیدا امریکا میخواید که مناطق را به اختیار طالب بمانه، این رقم نیه. ما چی میگیم؟ ما میگیم سر میز مذاکره دو تا افغان هستیم، افغان ها با هم میشینیم، افغانوار جرگه میکنیم، موافقه میکنیم، کل وطن از کل هم میگیم ما. پس یک طرفی که اما این تو تقسیم میشه، مردم ما نمیپذیرن. پس یک طرفی که به نام طالب هستن همچو مسئله نمیپذیرن. شما مسائل یعنی نشستی تا جایی که کشورهای اسلامی رو در سعودی عربستان شرکت ما خبر داریم، ولی طالب نفی کردن. در آغاز گفتن که نشست علمای حکومتی هست، حکومتی نه آزاد، نه علمای آزاد. پس یک نوع نفی شده. میفهم تا جایی که باز ما در مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم با خود یعنی داریم معلومات، اونا میگن که خب اتو شبه که وجود نیروهای خارجی در کشور نباشه، این ما به حیث استراتژی قبول داریم. ما میگم که نسخه ما نسخه وطنی باید باشه، حالا در آستانه استقلال خود هستیم، باز نه بخیر به زودی ما جشن میگیریم استرداد استقلال خود و نزدیک میشیم به 100 سال بخیر. راه حل ما راه حل استقلال است، فقط ذهنیت مردم ما باید جدا عمیقا به طور ریشه‌دار تغییر بکنه
پس اعتماد به نفس خود پیدا کنیم که ما میتونیم بدون سلطه های خارجی بسیار خوبتر زندگی کنیم. حتمی نیست که این دیگرا مثلا بیاین باداری بکنن با وطن. جناب قاسمیر صاحب، تماس هایی که شما برشان اشاره کردین، تماس های خودی شما با طالبا همچی یک امید نشان میده که یعنی یا یک شرط پیش میتونه که شاید خارجی ها باید نباشه به همین شکل است. اجازه بدین جناب قاسمیر صاحب، یعنی نشست های خودی شما به این شکل است، یعنی تماس های خودی شما با طالبا به این شکل است که طالبا خواست دارن که خواستهشون بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان باشن، و در نشست هایی که با امریکا صورت گرفتن بعضی راپورها و منابع میگن بله. که خواسته های مشخصی مطرح شدن، به طور مثال بودنشان، برآمدنشان در مدت 3 سال و یا بودنشان با محدودیت در محدودیت 3 قرارگاه امنیتی یا اده. ای خوب باز برعکس نشان میدن که با شما یک مسائل مطرح کردن و با امریکا مسائل دیگه. درست میگه. به هر حال میخوایم بگم که این راهی که اینها برن از دروازه امریکا بیاین به یک ده مناطق مسلط شوند، او را معدود به خود بسازند، به حکیمیت خود بسازند، این راه به ترکستان است. و مردم ما، امو مردمی که اینها در برابر ابرقدرت های زمان بریتانیای کبیر سه بار جنگیدن، به زانو دار آوردن، استرداد استقلال خود حاصل کردن، گرفتن استقلال خود و اتحاد شوروی تا دندان مسلح ابر قدرت زمان را به زانو آوردن. من باور دارم باز امی مردم ما اصلا سلطه بیگانه را نمیپذیره. چرا دگرا برای ما صلح بکنن؟ چی حق داره که میرن از امریکا میخواین که تو برای ما این ولایت بته، این ولایت بته، این منطقه را بته؟ مردم ما نمیتر. پس علتی که در پشت سر همچی خواسته ها وجود دارن چی هست؟ آیا طالبا خواسته هایش که مطرح کردن از حکومت و از امریکا که ما با امریکا صحبت میکنیم خواسته های افغانی نیست؟ پس دیگه میخوایم چی بگو؟ اینا هم به همین فکر که چون حکومت دوام نیروهای امریکا را چی به نام ناتو چی از خالص امریکاست به اینجا و این پایگاه های عمده کشور ما، پایگاه های نظامی به اینجا وجود داره، مثلا میدان های هوایی عمده ما به اختیار از اونا ماندیم. یعنی طالب امیر میگه وقتی که شما خیلی واضح نمیگین که اینا بیرو شون، پس بیا ما که تامینا موافقه بکنیم، باز میرن خواسته های خود امرای از اونا مطرح میکنن به شکل دیگه. یکی دومم خب جناب قاسمی صدام یک مورد، همین خواسته هایی که طالب مطرح میکنن پس خواسته های طالب افغانی نیست؟ پس دیگه یعنی اینا خواسته های انحرافی هست، اینا خواسته هایی است که بیشتر ISI به گوش از این میچکانه، از زبان طالب میبره که امریکا میگه. و متاسفانه که استراتژی پنهان ISI در افغانستان امی است که افغانستان حکومت ضعیف داشته باشه، به اختیار از اونها باشه، مگن که ته هند سلام علیک نکنین، که ته فلان کشور سلام علیک نکنین، شما بالکل به اختیار ما باشین. یعنی این خواسته های بدی که وجود داره، فقط رای حل امیست که ما افغان ها متحد شویم، یک مشت شویم، به دهان دشمن بزنیم. به خدا دگر را وجود نداره. استقلال جواب است، وحدت ملی جواب است، و راه امی است که عزت افغانی، اقتدار افغانی خدا ما حفظ بکنیم و دگر بیشتر از این فکر نکنیم که ما افغان ها ضعیف شدیم. خب. نمیتونیم. جناب قاسمی صاحب، پس خواسته های متفاوتی که وجود دارن، پس آدرس های متفاوت هم هستن، آدرسی که از حکومت افغانستان خواسته ها دارن، آدرسی طالبایی هستن که شاید نفرتی داشته باشن از آیس های پاکستان، و خواسته هایی که طالبایی که از امریکا دارن پس خواسته های آیس های هستن. پس ما به یک چالش مواجه هستیم. این راست میگه، این یک واقعیت هست که چند دستگی وجود داره. یعنی تو یک رهبری واحد مطلق وجود ندارد، و امور قمی که شما یک برداشت خود گفتین
یا گده واقعا از دل و جان با اس آی نیست، یا گده از دل و جان با امریکا نیست، امریکا را نمیخواد، بیرون شدن نیروهای امریکایی را میخواد، بیرون شدن نیروهای خارجی را میخواد که پس امی ملک، یعنی میگه تو خیال میکنن که امی چند تا دلاره که میگیرن که این همیش به خون آغشته هست، امی حساب دو چار میشه، درسته؟ شما رو به خدا، یعنی بعد از سقوط طالبا که یک چند صد تا تفنگ به دست مانده بود، آل چند ده هزار دارن، چرا؟ ام ائتلاف اینجا بود، ام ایساف اینجا بود، ام مثلا ناتو هست، ام نیروهای دیگه خالص امریکا هست، اینا چرا رشد کردن؟ چرا چند صد از اینا به 30,000 و 50,000 رسید؟ چرا؟ امی سوال خود جواب بگوین. پس این دوستی و وجود نیروهای خارجی به کشور ما معنایش توفیش مرگ و ویرانی به کشور ما، ویرانی آورده، مردم ما را تومه میسازه دیگه. ما چرا به حال نیاییم؟ چرا بدبختانه وسائل را که اینا انداختن، امو حکومت که به تفرقه بیانداز حکومت کن از میراث های استعماری انگلیس است، امو باز چلیده. شما رو به خدا امیال امی ضرور هست امی حالت که تبعیض قومی باشه، مثلا بیا تو مثلا ذهنیت بده که یک قوم برتر است از دیگه اقوام کرده، این قوم باید به قدرت باشه، این غلط است، امینا راه غلط است. امی استقلالی که ما استرداد کردیم، امی چی میگه؟ کل اقوام برادروار به یک دست دور هم جمع بودن که استقلال گرفتن. پس هنوز متاسفانه ما استعمال میشیم. میشیم به خدا. خیلی مخصوصا درد کلان ما امی تفرقه هاییست که و هم متاسفانه از رده های بالای کشوری ما تبعیض است. خب دیگه اواخر جناب قاسمی صاحب، عوادثی که در ولایت رخ دادن در فرا، در قندوز، در فاریاب، در غزنی مخصوصا، پس نشان دهنده از این هستند که هست در طرف طالبا حلقه خبیثه‌ای که نمیخواین صلح و یا اوربان به وجود بیاد، و همچو گویا متاسفانه شاید باشن حلقه خبیثه‌ای در درون حکومت افغانستان و یا هم در مجموع در منطقه و یا هم حتی در اندیوال استراتژیک ما در امریکا هم. پس با هم چو یک حلقات ما میتونیم که به زودی به آرمان صلح و یا هم به یک وقت کوتاه به اوربند برسیم؟ اول خود ما باید بگم که ما به همی برداشت های شما موافقم، خریدار امی هستم. اینها اگه واقعیت های هستن، واقعیت های تلخه، اما کل واقعیت ها امینا نیست. ما بیشتر از این واقعیت های تلخه و ناگوار به این ارتباط داره که ایر ما مردم ما به گوشت و پوست خود احساس میکنن. به هر حال هرچی که بلندم باشه سر خود را داره. این یک موزله که هیچ رای حل نداشته باشه نیست، فقط اعتماد به نفس خود ما، اتحاد بین خود ما، اراده قوی بین خود ما، حکومت و مردم در یک خط بروان، این تفرقه ها را دور بیندازن، همه یک افغان، همه یک مسلمان، همه یک برادریم. وقتی که پیامبر خدا به حجت الوداع فرمود شانه را بالا کردن که شما هم میگه مثل دندانه های شانه با هم برادر و برابرین، عرب بر عجم، اگر قوم خواسته باشیم برش اعتبار بتیم، خب باید به قوم عرب بتیم که قوم پیامبر ماست، اما همه یکسانیم. شما رو به خدا امی دردای خود اول به هم برسیم، فقط تا متحد نشیم، تا وحدت ملی واقعی نباشه. حالا مثلا ما به نام حکومت وحدت ملی، اما مردم ما کم احساس میکنن این وحدت ملی را، متاسفانه که به یه اواخر خب بالکل تفرقه ملی به میان آمده، بیشتر کار بسوی منفی روانه است. اگر وقت بتیم ما ولا یک درد دل خود به حیث یک شعر کوتاه گفتم. مهربانی جناب قاسم میرسد، مهربانی. خب ای وطن، خار و ذلیلت کرده اند،
در فساد و فقر و قاچاق بی بدیلت کرده اند، سوی دوزخ می کشندد از بهشتت ای وطن. جیره خاران چیره اند بر سرنوشتت ای وطن. مردم و میهن فروختند این گروه ظالما، مردم و میهن فروختند این گروه نابکار. زین همه نفرت و نفرین نیستشان ننگ و آر، اینا ننگ و آر ندارن. خب کسب قدرت، کسب ثروت، کسب لذت کارشون، زین همه نفرین و نفرت ندارن ننگ و آر. و این هم متاسفانه چی بگویم، اینا یکی ای به انگلیس و دیگش هم به امریکا خدمت گذار شدن. مردم و میهن فروختن این گروه نابکار، این به انگلیس آن به امریکا شدن خدمت گذار. تشکر جناب خسرو، در داور هستن دقیقاً. خداوند پاک ما را از این گروه های ظالمان و نابکار نجات بدن. فقط یک پرسش کوتاه دارم در اخیر، امیدواری شما به وجود آمدن اوربند در عید ادها و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح چقدر امید وجود دارد؟ احتمال آتش بس چون یک تجربه بد نبود، درست است مردم با ما نگرانی داشتن که ای با سلاح‌ها داخل شدن، منتها شرایط که درست رعایت بکنن به داخل شهر شهرشان است بیاین، منتها سلاح را به بیرون بگذارن و داخل شهر بیاین. و احتمال میره که از این تجربه استفاده شوه، باز هم یک آتش بس شوه، و امیدوار هستیم که این دفعه این آتش بس منجر به صلح شوه. میگم که ما از خدا خواهم زوال ظالمان تا به کشور باز آید نعمت امن و امان. الهی آمین. با امید امی جناب خواستم یه سب تشکر درنوری دونو کلتاس و هم منه نکام چطردین دبمون ملتیا بکره.